در پی یورش نیروهای امنیتی بحرین به خانه آیت الله شیخ ایسا قاسم سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان جهان با صدور بیانیه ای اقدامات حکومت بحرین بر ضد معترضان شیرا به شدت محکوم کرد و مسئولیت حفظ جان این عالم شیرا متوجه رژیم بحرین دانست. در این بیانیه آمده است سازمان جهانی دیدبان حقوق از رخدادهای جاری در محله الدراز شهر منامه بحرین و پیامدهای ناشی از عملیات سرکوب و شکنجه که از سوی دستگاه امنیتی و نظامی علیه تحصن کنندگان در برابر منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم اعمال می شود آگاهی دارد. گزارش ها دارند که حمله نیروهای امنیتی و نظامی با استفاده از سلاحهای ممنوعه بر ضد شهروندان متحسن بیدفاع پنجاه کشته و زخمی برجا گذاشته است بنابراین رفتارهای سرکوبگرانه و خشونتبار رژیم حاکم بر بحرین در واقع نادیده گرفتن حقوق مدنی اکثر ملت بحرین و اقدامی معیوسانه برای ترساندن ملت است این رژیم به بحانه های واهی و دستاویز های پوچ و نابخردانه اما هدفمند می خواهد اراده ملت را بی اثر کند و اهداف خود را تحقق بخشد. در ادامه این بیانی آمده است سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان درباره روش و رفتار مستبدانه رژیم بحرین در مقابل اکثریت شیعه مذهب بحرین و پیامدهای آن به شدت هشدار می‌دهد و بر ضرورت تعامل عادلانه با ملت بحرین تاکید می‌کند ملتی که بیش از شش سال پیاپی پی از سرکوب این رژیم سخت در رنج است زیرا رژیم حاکم به جای رفع مشکلات زیربنایی موجود راه فرار به جلو را برگزیده است این سازمان از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری در جای جای جهان میخواهد خشونت خوشونت ورزی نظامیان بحرین علیه مردم بیدفارا محکوم کند. در پایان این بیانیه تاکید شده است حاکمان بحرین مسئول حفظ سلامت و کرامت آیت الله شیخ عیسی قاسم هستند و باید از تعرض به ایشان که برای ملت بحرین و دیگر ملتهای مسلمان نماد میهنی و دینی است پرهیز کنند.